یه دفعه تلفن‌های همه زنگ می‌خوره و زمانی که گوشیشون رو جواب میدن همه انسان‌ها تبدیل به زامبی میشن. علت این موضوع چی هستش؟ تو ادامه ویدیو اسپویلر هستش، پس مواظب باشید. فیلم توی فرودگاه بوستون شروع میشه و بین جمعیتی از مسافرا مردی به اسم کلی ریدل رو میبینیم که یه هنرمند نویسنده هستش که یه سال از همسرش شارن و پسرش جانی دور شده تا بره سراغ رویاشو. حالا میخواد برگرده به شهر منچستر تا خانوادش رو ببینه. کلی با خانوادش تماس میگیره ولی باتری گوشیش تموم میشه. پس اون همه جا رو دنبال یه پریز خالی میگرده تا گوشیش رو بزنه. اما متاسفانه موفق نمیشه و آخر سر از تلفن عمومی به خانوادش زنگ میزنه. شارون بهش میگه که توی این یک سال خیلی چیزا تغییر کرده و اوضاع مثل قبل نیستش. با این حال کلی پشیمون نمیشه و میخواد که خانوادش رو ببینه و اوضاع رو درست کنه. کلی تلفن رو قطع میکنه و متوجه میشه که هر کسی که گوشی دستش هستش دچار یه جور شوک میشه و مردم رو تبدیل میکنه به افراد مریضی که همدیگه رو میکشن. یه جور مثل زامبی. کلی معطل نمی‌کنه و به سرعت از فرودگاه فرار می‌کنه و میره به سمت ترمینال و اونجا گروهی از مردم رو می‌بینه که زنده موندن و توی مترو پناه گرفتن. کلی بهشون ملحق میشه و مأمور مترو تام مک‌کورت پیشنهاد میده که مترو رو ترک کنن و از طریق تونل‌های تاریک فرار کنن تا زنده بمونن، چون که میگه که سیستم مترو با این وضعیت زیاد دوام نمیاره و باید یه جای بهتری پیدا کنیم. کلی و تام با یه مرد دیگه مترو رو ترک می‌کنن و با هم دیگه تونل رو طی می‌کنن، میرسن به بیرون. ناگهان یکی از راه میرسه و اون شخصی که همراه تام و کلی بودش رو میکشه. تام و کلی از یه نردبون بالا میرن و میرسن به سطح شهر. بعد از اون بدون معطلی فرار میکنن و میرن به آپارتمان کلی. همون شب دختری به اسم آلیس بهشون ملحق میشه و میگه که مجبور شده برای دفاع از خودش مادرش رو بکشه. کلی میگه که حتی تو این وضعیت هدفش اینه که بره پیش زن بچه‌ش. بابا تو یه سال ولشون کردی الان اومدی میخوای بری دنبالشون، اونم تو همچین وضعیتی؟ تام و آلیس هم باش همراه میشن و با هم دیگه فقط با سه تا میله و چماق میرن توی خیابون. بعد از اون دوتا موتور سوار رو میبینن که بدون اینکه متوجه وضعیت باشن میرن داخل جمعیت. جمعیت هم که مریض شدن بهشون حمله میکنن و میریزن میگیرن میزننشون ها، یعنی میترکوننشون. از این صحنه نمیدونم چرا این مدت خیلی زیاد دیدیم. کلی و بقیه هم از این فرصت استفاده میکنن و فرار میکنن. کمی میگذره و توی راه تام متوجه یه خونه میشه و از نشونه جلوی در احتمال این رو میده که صاحب خونه باید اسلحه داشته باشه. اونا هم وارد خونه میشن و میبینن که جنازه خانواده‌ای که اونجا زندگی میکردن روی زمینه. کلی و تام و آلیس هم هرچی اسلحه دارن رو برمیدارن ببرن برای خودشون. بعد از اون یه پسر بچه توی حیاط خونه میبینن و فکر میکنن که شاید هنوز سالم باشه. کلی و بقیه بهش نزدیک میشن و میبینن که اون پسر هم مریض شده و میخواد بهشون حمله کنه. پس اونا هم بهش مجبور میشن شلیک کنن. در همین حال صدای شلیک باعث میشه که تا آدمای بیشتری بیفتن سراغشون و اونا هم پا به فرار میذارن. بعد از دویدنهای طولانی داخل جنگل کلی و بقیه نفس کم میارن و مجبور میشن که به آدمایی که دنبالشونن شلیک کنن و همین که خشاباشون خالی میشه دوباره پا به فرار میذارن و میرسن به یه رودخونه که یه قایق کنارشه. اونا زیر قایق قایم میشن تا دیده نشن. آدمای مریض هم بعد از چند ساعت کنار رودخونه وای میسن و دهناشون رو باز میکنن، انگار که دارن یه جور سیگنال میفرستن و بعد از اون یهویی دست برمیدارن و رودخونه رو ترک میکنن. بابا اینا دیگه کیان؟ گروه هم از این حرکتشون تعجب میکنن و به حرکتشون ادامه میدن. بعد از ساعتهای طولانی پیاده روی میرسن به یه آموزشگاه خصوصی و دوتا بازمونده رو اونجا میبینن. مدیری به اسم چارلز و دانش آموزی به اسم جوردن. چارلز میگه که احتمالاً تلفن‌های یه جور سیگنال فرستادن که همه رو به یه شبکه مخصوص همگانی متصل کرده. بعد از اون چارلز گروه رو با خودش میبره به زمین فوتبال و میبینیم که هزاران نفر گوشی به دست روی زمین خوابیدن و هیچ کاری نمی‌کنن. چارلز پیشنهاد میده که روی اونا گازوئیل بپاشیم و آتیششون بزنیم. آقا فیلم داره خیلی اینتنس میشه. بقیه هم قبول میکنن و کلی و تام با یه کامیون گازوئیل رو میپاشن روی آدما. چارلز گازوئیل رو آتیش میزنه و کل زمین به آتیش در میاد. همینطور که آدما دارن آتیش میگیرن بعضی از جانشون بلند میشن و تلاش میکنن تا زنده بمونن و گروه بهشون شلیک میکنن. در همین حال آتیش میرسه به کامیون و کامیون منفجر میشه. از ترکش این انفجار یه تیکه از کامیون مثل ترکش وارد بدن چارلز میشه و بنده خدا میمیره. جوردن میره بالا سر چارلز و گریه میکنه. کلی آرومش میکنه و همه با هم دیگه به این آتیش نگاه میکنن و به جواب سوالایی که توی ذهنشونه فکر میکنن. بعد از اون گروه به علاوه جوردن از اونجا دور میشن و به راهشون ادامه میدن. کمی بعد توی رستوران صحرایی مستقر میشن و تصمیم میگیرن که شب رو اونجا بمونن. نصف شب کلی کابوس مردی با لباس قرمز رو میبینه که بهش حمله میکنن. مردی که یکی از شخصیتایی که کلی توی یکی از رمان‌هاش طراحی کرده هستش. بعد از اون از خواب میپره و کابوسش رو برای بقیه تعریف میکنه. بقیه میان که دقیقا همون آدم رو توی خوابشون دیدن. به خاطر همین اونا تصمیم میگیرن که رستوران رو ترک کنن و به راهشون ادامه میدن. بعد از مدتی بازمانده میرسن به یه بار صحرایی که روی تابلوش نوشته کشفک نوفو، که احتمالاً به این معنیه که گوشی بی گوشی.
بازمانده ها وارد بار میشن و به یک گروه دیگه از بازمانده های میان سال میرسن که دور همدیگه جمع شدن. کلی و بقیه بهشون ملحق میشن و اون روز رو با رقص و خوشگذرانی و آواز میگذرونن. چیزی که این روزا توی ایام عید خیلی زیاد داریم میبینیم بین مردم کشورمون. موقع خواب یکی از خانمای میان سال به اسم سالی از خواب بیدار میشه و مبتلا به بیماری میشه. بعد از اون از طریق دهنش بیماری رو به بقیه انتقال میده و توی چند ثانیه بار تبدیل میشه به میدون جنگ. دو نفر به اسم تام و جردن حمله میکنن ولی آلیس به کمکشون میاد و نجاتشون میده. ناگهان سالی به سر آلیس ضربه میزنه و تام مجبور میشه که به سالی شلیک کنه. گروه آلیس رو میبرن بیرون و آلیس به آرومی به خاطر ضربه‌ای که به سرش خورده میمیره. بعد از اون برای مرگ آلیس عزاداری میکنن و مثل قبل به راه میافتن تا شب بتونن راهی برای بقا پیدا کنن. گروه به سفرشون ادامه میدن و با دنیس و ری آشنا میشن و به اونا هشدار میدن که یک گروهی به اسم کشفک دارن مردم رو گول میزنن تا مریضشون کنن. ری بهشون میگه که شما باید بیدار بمونید تا در امان بمونید. دنیس برادرش جانی رو بهشون معرفی میکنه که مریض شده ولی زنده نگهش داشتن و دست و پاش رو بستن. بازمانده میرن بالا سر جانی و در کمال تعجب جانی صدای پسر کلی رو در میاره. کلی هم جانی رو میکشه و این وضعیت عجیب و غریب رو تموم میکنه. بعد از این قضیه گروه سوار ماشین دنیس و ری میشن و 5 نفری به مسیر ادامه میدن. وسطای راه ری ماشین رو نگه میداره و میره داخل جنگل و به کلی علامت میده که دنبالش کنه. کلی هم به دنبالش میره و وقتی میرسن به یه جای امن، ری میگه که این نفر داره توی سرش باش حرف میزنه و ازش میخواد کارهایی رو براش بکنه که دلش نمیخواد. کلی سعی میکنه آرومش کنه و ری یه گوشی میده به کلی و بهش میگه که وقتی که رسیدن به مقصد به شماره‌ای که داخلش زنگ بزنه. کلی متوجه میشه که ری یه بمب دور گردنش داره. ری بهش میگه که بره عقب و بعدش با یه دکمه بمبی که دور گردنش هستش رو منفجر میکنه. کلی آروم به سمت ماشین برمیگرده و گروه به مسیرشون ادامه میدن. تا ماشین رو میگرده و یه عالمه C4 رو میبینه اونجا که دنیس و ری داخل ماشین قایم کرده بودن. بعد از چند ساعت بالاخره به خونه کلی میرسن و ماشین رو پارک میکنن. کلی پیاده میشه و میره داخل خونه ولی کسی رو پیدا نمیکنه. بعد از اون وارد آشپزخونه میشه و پیغام جانی رو میبینه که نوشته شارون مریض شده و جانی رفته به کشفک. کلی احساساتی میشه و به آرومی میره طبقه بالا. ناگهان یه نفر با لباس قرمز بهش حمله میکنه. کلی یه گوشه گیر میکنه و لحظه‌ای به نظر میرسه که کارش تموم شده. ولی تام از راه میرسه و اون رو نجات میده و طرف رو میکشه. کلی و تام نفسشون رو تازه میکنن و کلی متوجه میشه که طرف شارونه که مریض شده. کلی از غم از دست دادن خانواده‌اش خیلی غمگین میشه و تصمیم میگیره که بره تا جانی رو پیدا کنه. بعد از اون کلید خونه و ماشین شارون رو میده به تام و خودش با ماشین دنیس میره دنبال جانی. بعد از ساعت‌ها رانندگی کلی میرسه به مکان خالی که یه عالمه آدم مریض رو میبینه دارن دور یه برج مخابراتی میچرخن. کلی با ماشین میره وسطشون و مرد قرمز پوش رو کنار برج میبینه. اون پیاده میشه و با گلوله میکشدش. از اون طرف جانی از راه میرسه و با دهنش سیگنال میفرسته که همه رو بکشه سمت خودش. کلی جانی رو بغل میکنه و با گوشی که ری بهش داده تماس میگیره و ماشین منفجر میشه و برج مخابراتی و همه آدمای مریض هم این وسط منفجر میشن. در آخر کلی و جانی نجات پیدا میکنن و با علامتایی که تام و بقیه براشون گذاشتن راهشون رو به سمت خونه پیدا میکنن. با این حال معلوم میشه که همه اینا رویا بود و کلی هم مثل بقیه مریض شد و حالا داره دور برج میچرخه. با مرامش ویدیو رو لایک میکنن و دمتون گرم. بای بای.